در حالی که کمتر از سه ماه با دو سالگی حکومت طالبان باقی مانده است سران کشورهای آسیای مرکزی و رئیس کمیسیون اروپایی بر ضرورت ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده اند. رئیس جمهور قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، نماینده رئیس جمهور ترکمنستان و رئیس کمیسیون اروپایی روز جمعه در شهر چوپان آتا در شمال قرغزستان دور هم جمع شده بودند. در بیانیه مشترکی که در پایان این نشست منتشر شده است، اشتراک کنندگان نگرانی خود را در مورد وضعیت روبا و وخامت در افغانستان بیان کرده و بر اهمیت ایجاد یک حکومت همشمول و ترویج و احترام به حقوق بشری به شمول حقوق زنان و دختران تاکید کرده اند. پس از روی کار آمدن مجدد حکومت طالبان در افغانستان جامعه جهانی همواره بر تشکیل حکومت همشمول در آن کشور تاکید کرده و حتی آن را یکی از شرایط برای مشروعیت طالبان خوانده است ولی طالبان همواره از ساختار حکومتی خود دفاع کرده اند اکثر لمون در افغان شمول حکومت غختن کی نو زدا توای ما سکه د اشرف غنی حکومت تاسو افغان شمول بولی او معلوم نو خو دې سر کسانې تری د 15 فاګ له مامورین ټول په خپل ځای پاتې کوي ساندې کاپسران دي که مامورین دي کې چې هتا اجرانو قرارداد دي نو کاغه خپل ټول په خپل ځای پاتې یو مل او طالبو مجاهد کې کوم هغه مورګټ څو لاکھ افغان شمول وس تر نشسته قرغزستان اشتراک کوونکو از جامعه جهانی نیز خواسته آن تا کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را افزايش دهند و به نقش کلیدی سازمان ملل متحد در ارائه کمک های بشر به افغانستان تاکید کرده اند. جامعه جهانی در حال بر تغییر در رفتار طالبان تاکید دارد که نیکولاسکی، که نماینده سابق ملکی سازمان ناتو در افغانستان با صدای امریکا گفته است که طالبان خود جلو تداوم پالیسی هایشان را می گیرند. عملکرد طالبان را یک فاجعه خوانده که با گفته او نمیتوانند ادامه یابند. من از 47 سال به این طرف هر از گاه به افغانستان سفر می کنم و تغییرات زیاده را در افغانستان دیده هم و هیچ چیز پایدار نیست و من دلیل برای ادامه رژیم طالبان نمی بینم در این حال حدود 20 از سناتران جمهوری خواه ایالات متحده طرحی را برای اعمال تحریم های جدید و شدید بر طالبان معرفی کرده اند. در صورت تصویب این طرح از سوی کانگرس ایالات متحده، حکومت این کشور مکلف خواهد بود که با وضع تحریم طالبان را در ارتباط با تروریسم، نقض حقوق بشر، قاچاق مواد مخدر و دیگر موارد پاسخگو قرار دهد. ده طالبان تا زمان تهیه این گزارش به این طرح واکنش نشان نداده اند. ولی همواره گزارش های مرتبط به نقض حقوق بشر و فعالیت های دهشت افغانی در افغانستان را رد کرده اند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.